سلام <applause> <applause> آقا این اینوینگ میشه خدا کلی تا آخرش نه ها تو آخرش که نه ولی باشه تا قبل اپیزود اون شعری که میخونی یه بار یه بخون با نه او خیلی خوب بود نه نه بذار بخیا چه خبر؟ آقا این سلام. شادی و ایمان بخواد دریق از همه نه صداش خ... خدا که اینوینگ میشه تو اپیزود تراست پس یه, یه وله بره و چه کار میخوایی؟ هر کاری میخوای بکنی بکن نه اونی که ایمان خوند خیلی خوب میشه یه تیکه ابی خوندی ابی حالا خیلی سیزه تحت فشاره چه خبر خوبید خوشید سلامتی اینو ما بین اپیزود روشن کردیم یه حالی به هممون داد جانم عشق از چشمای همه شد تو ستا دوربین هم هست حالا یه چیزی که هست نمیدونم واقعا این عروسکر رو خداکیری اول کوروش معرفی کرد بعد تو ایران مد شد نمیدونم واقعا آقای یوسف تیموری اسم شما بده دعوتتون می‌کنیم به برنامه ولی کوروش که معرفی کرد میگم مثلا 6 ماه پیش اونا 6 ماه پیش ضبط نکردن نمیدونم این همین دیگه اینو نمیدونیم آقای یوسف تیموری اگر که کونسیدنس بوده و علیه یه در من تو جوکر که دمش خب میشناختم اینش از قبل نه رفتم اینستاگرامشو اینستاگرامش رو پیدا کردم اینا فالوش کردم بعد خب تو همسرشون هم فوت کردن تو ای... اصلی هم در مورد همین میخوام میگم تو توان توانی... اینستاگرام خیلی مثلا استوری‌های خنده جدا شده بودن البته ولی خب آره این بوده ده. بعد یهو مثلا بعد این همه استوری یهو یه, یه سری استوری اومد که آره من هم همسر سابقم هم. حالا اینطوری که امام میگه یه دو هفته پیش فوت کرده بود و یه سری استوری پشت سر هم ناراحت کنند و برها تصدیت سری بهش گفته بودن و اینا از چند روز بعد دوباره یعنی یه رفتار یوسف تیموریوار ایشون با این داستان خیلی جالب بود آدم پریه من دوستش دارم جفت یوسف و پرن آره سیادی که اصلا احساس میکنم برنامه جوکرم بعد از اون عوض شد یعنی یه دیده دیگه نصد دارن با حاله برنامه جوکر من من دوستش دارم تو الان گفتی که کجا رو دیدی؟ من دو سیزن مم. دیدم دو سیزن پنج سیزن الان اومده پنجمی هم تمام نشده فقط دو تا بیزدش اومده ولی مقدار سانسوری که توی جوکر داره میشه قشنگ مشخصه یعنی اگر که دقت بکنید به چیزایی که توی صحنه هست یا مثلا یک کات میخوره هفت تا چیز دیگه اضافه شده ولی هیچ اینترودکشن اصلا بعضی موقع هست یو کات میخوره و دارن دست میزنن آله. یعنی کل مثلا جوکر تایم طرف و کامل حذف کردن مش. حالا خیلی دوست دارم خارجی شو ببینم یعنی که وجود داره, داره. اسمش چیه؟ نمیدونم تو امیزان پرایم نه, نه. آخه تو چند تی کشور هست نه نه, نه اولش میگه داره. که این نویسنده بیگ برادر یه دونه برنامه درست کرد به نام اسمش هم گذاشت یه چیزی فکر کنم تبلیغ آمریکای کاناداییشون دیدم یه همچین یه دونه چی تو من من تو نتفلیکس یکی شو دیدم نتفلیکس ایمانم داشت میگفت من یه تیکه از خارجیش خارجی دیدم مثلا طرف لخ شد آره اونا خیلی دیگه دستشون بازه آخه فکر کن اینا این بدبخته با همین دست بسته, همین دسته بسته یه خلاقیت به خرج میدن یعنی یه مفاهیمی رو به ذهن ما منتقل میکردن خیلی با ظاهر معدب آره. اصلا باورم نمیشد میشه خیلی بعضیشون هنرمند خیلی خلاقه. سکشوال میشه بعضی موقع آخه باید بشه دیگه تنز دیگه ولی خب اینا دستشون بسته است تو ایران بیچاره ولی فکر کن دست اینو باز اصلا باشه اینو حالا این اپیزود این <تصفح> چیز <تصفح> سیزن, سیزن دست بسته اینجوری سیزن, سیزن آخرش اگه نگاه کنی برای قفوری هم هی میگه که من خیلی چیزا میخوام بگم ولی نمیتونم یعنی خیلی نمیذارید بعد میگه این مثلا میگه خاطری میگم خیلی خاطره طولانیه ولی به خاطر که نمیتونم بگم دو دقیقه است <تصفح> گفتش از هفت دقیقه خاطر است من فقط از اون هفت دقه فقط دو دقیقه شده بعد جالبش اینه که مثلا کسایی که هستن اونجا بعضیاشون خاطره مشترک رو دارن بعدش میگن تو رو قران نگی یا حواست باش همینطوری طرف داره بعد استرس گرفته مثلا اسم طرفم یادم میره پدر زیگلو؟ ا... آره آره <applause> این داشت چیز میکرد مرا قفوریان داشت خاطره میگفت این وایس رو در در یخچال در یخچال رو وا کرد و فقط داشت گوش میداد با استرس یعنی هی دوری میرفت رو این ترکیه تو رو قرآن اینو فقط نگی دیگه هر لحظه به خیر بگذره این خاطره شرفش بره ولی ولی جالبه من احساس میکنم که اگه یه ذره رو راست در بود بالتر میشه و مثلا موقع که میان یه جوری عکس میکنن که او تا هم این جایی نمیدونستن که طرف مثلا جاست ولی هم یعنی مثلا مهمال ها از قبل میدونن که کی هست ولی یه جوری آره بابا برای این رب خونده بود آره اون که خیلی چیز بود ولی یه جوری مثلا اینا اکت میکنن که او ما نمیدونیم کی هست آره دیگه اونو بهشون آره. چیز میکن چه خبر؟ خوبید خوشید سلامتی بله سلامتی خوبید شما من هفته یه ضربه به خودم زدم آره چی بود صرف نگذاری؟ یه چاقو نو خریدم یه چاقو نو خریدم از آیکیا یه فکر کنم زیر ده دلار این چاقو آیکیا ولی انقدر تیز بود من داشتم یه زرف رو جمع میکردم میشیدم توی کابینت بعد مثل اینکه دست من خورده بوده به لبه این چاقو یه سوزش خیلی خفیفی حس کردم بعد مثلا یه یه دقیقه بعد دیدم یه عالمه خون از دست من داره میاد و اینا و این پوستش ول شده بود تنها بودم سر پرید خب آره خیلی عجیب غریب یه سریعا فشار رو گذاشتم و اینطوری شماره رو گرفتم با سریعا چسب وقت با اینا برسونید شماره کیو گرفتید هم همکارم سر کار بودم پالیس خیلی کمک یعنی اصلا تو هر خونه ای چی؟ آه. آه اون زخم زخمی ای... که داره اه. ببین بیوتیک داره روش آه. همه کارو خوب میکنه اصلا مشکلی سردرد بخوره نه اگر هر گونه مشکل زایعه چیزش چیز داشته کات برن چه میدونم قد شده همه شما اینجا زیاد دارید دیگه به خاطر اینجا داریم شما تو معده رو این یه پماده که توش آنتی داره آره بعد هر موقع که چیز میشه بعد سوزش هم کم میکنه همه, همه چیز داره آخه بی از... یه ذره بی میکنه برای همین خیلی راحت میتونی باش خیلی از مشکلات حل کنی. یه پماد است به نام پلیس پرین توتال اسپانسر داشته باشین آره اسپانسر امروز برنامه ما پماد خوبه پلیس شما دوز سه کسی زده توی شما ها من زدن. تو زدی تو اوکی بودی روی دوز سه اذیت نشدی چند ساعت چند ساعت مثلا آره تب و آها تب چی زدی مثلا ببخشید کی سرور جان نوبتش بود چند ماه پیش چند ماه پیش ام... چی زدی من مدرنا زدم مدرنا زدی فایزه پس میکسم شد من خودم ها. انتخاب کردم الان میگن بالای سی سال مثل اینکه مادرنا نباید بزنن اون موقع میگفتن با فایزر نه بالای سی نمیشه. سال بعد چیز بزنن فایزر بزنن زیر سی سال و مادرنا بزنن نه 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 بایدی نیست نه بهتره توصیه میگفتم بالای سی مادرنا نزنه آره من خودم تو چرا اون انتخاب کردی طرف تو گفت تاثیرش بیشتره چون دوز ام مادرنا بیشتر از فایزره بعد این قوی تره چیزش هم بیشتر بوده یعنی آدم ها واکنشی بیشتری نشون میدن من دوتای قبلی فایزر رو گفتم اینو مدرن بزنیم ببینیم چی میشه به من برعکسش رو گفت گفت تو رو حساب سنه تمون فایزر رو ادامه بده به من گو گفت اینو بزنی یا اون بهت بگم این درد و ایناش بیشتره یعنی حالت بیشتر بد میشه ولی قوی تره گفتم نا آره اینو گفت این خیلی بده ها. ولی من واقعا تو کانادا به حرف افراد حرفه تو زمینه پزشکی اصلا خیلی سخت نمی اعتماد کنم نمیدونم شما چه جوری یه ذره عجیبه برام تو موقعیت های خاص روسیا ها همون کردن ببین تو تجربه شخصی ها یعنی مثلا پیش دکتر خانواده میگی این آدم ای کسی که اونجا نشسته پرستا این دکترای دیگه اینجا بعضی رفتارهایی ازشون میبینی آدم پشماش میرزه بله بل. مثلا دکتر بعد داره چه میدونم اینجکشن مثلا لبم جا. انجام میده مو هم میکاره میدونی آره قوای جنسی هم تقویت میکنه اگه بخوام یه سر اذیت میشم حالا می اون ولی مخت... کار اصلی شد درست انجام میده همون دیگه ببین تو وقتی که فمری اینجا توی کانادا حالا یا نمیدونم مثلا آمریکا شاید اینطوری باشه نمیدونم اینطوری که شما یه دونه دکتر خانوادگی دارین چون هر اتفاق برات بیفته و پیش این و این شما رو معرفی میکنه به دکترهای دیگه یا مثلا متخصص. چه میدونم من یه مدت بود دو سه سال پیش بود انقدر موتور سواری کرده بودم گوشم شروع کرد سود کشیدن حالا چیزی که شنیدم اینه که خیلی ها به خاطر اینکه هلمت من اونقدر گرون نبوده و اونقدر مثلا خفن نبوده اونا که نویز باد و کنترل نمیکرد و این صدای باد مثل مدت زیادی که مثلا من موتور سواری کردم فشار آورده بود به گوشم برای همین مثلا سود میکشید بعد من زنگ زده بودم به دکتر خانوادگی میگفتم آقا من میخوام بیام ببینمش میگفتش که آره چهار تا 6 هفته دیگه گفتم خانوادگی میخوام ترامپ رو ببینم تو چهار تا 6 هفته میبینمش یعنی چهار تا 6 هفته مثلا نمیتونی دکتر خانوادگی خب برو کلینیک خب پوینت این که من دکتر خانوادگی دارم چیه یا میان انقدر مثلا مشتری میگیرن که نمیتونن به مثلا خودشون برسن یا اینکه انقدر کارهای جانبی که پولش بیشتر رو میرن انجام میدن یه ذره اذیت کننده است دیگه این یعنی احساس میکنی که دکتره باید یه ذره پزشکی اینجا واقعا مشکل خانسیدره داره کانسیدر تر باشه نسبت به تخصص دیدن که عملا غیر ممکنه اورژانس و اینا که فرا تجربه داره ساعت ها باید بشینی حالا اینکه به کنار واقعا بعضی موقع ها میارزه که تو پول بلیت بدی بری ایران یه سری تا انجام بدی برگردی مثلا اگر که میشنوید کسی میاد این کارو میکنه واقعا ارزش مادی داره میگه که خب من دارم میرم خانواده من میبینم میتونی میگم خیلی ها رو من دیدم که این کارو میکنن به خاطر در واقع کم بود امکانات پزشکی امکانات پزشکی نه شاید اکسس دسترسی خیلی کم خیلی سخته امکانات شاید دیگه. هست دیگه. به حد کافی اگه باشه صف نمیشه آه. دیگه نه، منظورم این که شاید کوالیتی شاید کیفیت مثلا دستگاه ها پایین نیست میگم اونطوری نیست آره اینه این 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 نیست. که به تعداد نیست, خیلی آلمان ها سفر میگن سفر دیگه شما هر جا صف دیدی آلمان, آلمان, آره. آره. آلمان ها آره آلمان اگه حرف زب بگو آودی و دوکاتی هم بهش معرفی میکنم حالا با یه مثال که تو نمیتونی ولی حالا من چون خیلی مثال زیاد 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 الان همکار من بند خدا یه دونه ماشین گرفته که اونم آلمانیه قرار بوده که که بهش هر بدن اوه. اوه. چه قرار بود سب... اکتوبر سال پیش بهش بشت... ت... تح... تحویل بدن الان بهش گفتن زود زود جولای خوششانس که باشی آره اگر که خوششانس ام... باشی این هفته سر کار ما یه درخواست اومده بود با از بالا که اسم بیمارا رو تو سیستم حرف اول حالا اسم و فامیل بزرگ باشه و بقیهش کوچیک باشه رو هر جایی که اسم و فامیل میاد اینجوری دیده بشه خب این خیلی مشکل داره این اینجور در مثلا اینجور ایمپلیمنت کردن اسم و فامیل بخاطر اینکه اسم و فامیل های خیلی عجیب غریبی هست مثلا بین اسم هایفن داره بعضی اسم اروپایی نمیدونم از این میدل نیم آره داره آره خیلی آه. راحتنین و یه چیزی همه انجام میدن اینه که همه حروف کپیتال باشه و آه. بعد این یه میتینگ خیلی جدی بود و یه سری موافق این داستان در سری مخالف بعد مخالف همین رو میگفتم میگفتن مثلا آلمانی یه سری فامیل دارن که هم سری حروف خاص داره همین که مثلا وسط فامیل یه حرف بزرگیه دوباره او. از این داستانه میشه و مثلا خب طرف یه میاد تو بیمارستان یه ریپورتی میونه شاید اسمش اونجوری نباشه دوست نداشته باشه الان اتفاقاتی که میفته بعد بحث جدی بود بعد منم تو اون میتینگ بودم ولی حرف نمیزدم یه چند تا کامنت توی قسمتی چت میدادم یه لحظه یه چند ثانیه فرصت من من سری تایپ کردم که نگران نباشید آلمانا مریض نمیشن اصلا و یه مزه ای ما اونجا چیزی یعنی خوبم بود یه کمی میتیم جب عوض شد خود ما اونجا حضور پیدا کرد تو احساس میکنم که این اخلاقت میتونه برای یعنی برگرد به برگرد به اون حالت دیفالت <تصح> ساکت بودی چون احساس میکنم که ممکنه سر کار عذر تو بخوام آره بحث مدیریت بعد پزشکی اینجا بود اصلا رابطه به آلمان نداشت اینجا واقعا افتضاحه دیگه یعنی تو یه کار پزشکی بخوای انجام بدید یا باید مثلا در حد قطع اف... عضو باشه که اون سری کارت پیش میره به جز اون دیگه بابا من یکی از اعضای خانواده بهتون گفتم <تصح> واکسن زده بود بعد رفته بود دوز زده بود حالش بد شده بود قش کرده بود مثلا بعد توی اون جایی که قش کرده بود که فخ خوابونده کف زمین فکر مثلا توی یه جایی که خوابونده کف زمین و هیچ کس هم نمیاد بالا سر به خاطر این خود مسئولیت داره بعد زنگ زده بودم به آمبولانس و آمبولانس نیومده بود نیم ساعت بعد زنگ زده بودم به من که آقا یه چه افتاده خودتو برسون خیلی روز شلوغ و ترافیک هم بود حالا من بماند که چجوری خودم رسوندم به اونجا من رسیدم اونجا فکر کن یه رو بعدش نیم ساعت هم نشستیم یعنی یه ساعت رو مثلا فعلا اونجا بودیم یه ساعت و نیم اونجا بودیم زنگ زنم به آمبولانس میگه آره تو یه ساعت یه ساعت و نیم دیگه آمبولانس نمیاد بخاطر اینکه ترافیکه میگم نوکرتم من آجیر رسیدم داری. تو آژیر داری اینجا همه مثلا میزنن کنار برای آمبولانس تو چه جوری نمیرسی نه بهترین راه شما اینه که خودتون ببرین دیگه من خودم مثلا ده دقیقه رسوندم بیمارستان و اینا و تا ساعت 11 شبم یعنی جواب نه, نه مثلا 5 تا 11 مثلا 6 ساعت هم دکتر نیده بودن با اینکه میتونه هات باشه دیگه کسی که قش میکنه یعنی کسی آره. که از حال میره مطمئنا یه مشکل حادی وجود داره که تو از حال میری و اصلا میگم ما رفتیم توی بیمارستان اینطوری بود که توی راه رو بیمارستان واقعا مثل فیلم های جنگی هست میبینید دو طرف مثلا تخت زدن و هر کدوم یه سرم به شما بزنه و مریض خوابیده واقعا اینطوری بود تو قسمت انتظار آره, آره. توی ای آر روم از در روم. در لاینز گیت که میری تو خب سمت راست یه یه سری صندلیه یه راسته هست که میرسه به اون چیز در واقع اون اینترنس ای آرش که آمبولانس ها میان تو به. کل اونجا دو طرف تخت بود آه. اصلا بعضی موقع وارد میشی گفت اصلا احساس میکنی کشور جنگ زده است می چی میگم یعنی احساس میکنی که واقعا وسط کرایسس داری زندگی میکنی و یه مشکل حادیه و تو ازش خبر نداری این خیلی اذیت کنند است آره اون حالا دوران که دانشگاه بودیم اینا اوایلش که مثلا من میخواستم هم بزشکی اینا خب دانشگاه اینجا خیلی سخت میگیرن اصلا تو وارد بخوای رشته پزشکی بشی یعنی این ور هم گرفتنش اینکه به قولی دانشجو پزشکی بگیرنش خیلی سخته از اون ور هم خب حالا خروجی که میانو داریم میبینیم دیگه تک تکمون با هم فامیل دکترامون دکتر, دکتر خانواده سر کار داشتیم هم با متخصصا آنچنان آش دهن سوزی نبوده آه. ببین آخه این اینطوری ای که یه میکسیه حالا من اینم بگم که منم من اینجا مطلعه. مثلا دکترای خیلی خفنم دیدم های خیلی خوبم بدن و اینا ولی یه, نکته هم دوباره تو همین فرصه هست اینه که کسی که دکتر میشه وقتی که میاد مارکت حالا اون پرکتیسشون نگاه میکنه چیزی که من شنیدم خیلی براشون میصرفه از لحاظ مالی که برن آمریکا <applause> برای اینکه درآمدشون خیلی بیشتر میشه تا اینکه بمونن کانادا همین و خب مثلا از اون از اون مثلا هم سخت دکتر شدن هم دکتر از دست میدی یه yeah, yes. <applause> سیستم خیلی حالا میگم حالا چیزی که هست اینه که اول یعنی همین دکتری هم که من دارم اولش واقعا عالی بود یعنی سری جواب میداد میدیدیش وقت میذاش مثلا دنبال میکرد و اینا احساس میکنم یه ذره که جا میفتن میفهمن که پوله واقعا جای دیگه است پوله تو تزریقه و تو کاشت مو و توی آنه. مثلا اه، کارای جانبیه که تو به عنوان دکتر مثلا شاید یه سرتیفیکت خیلی کوچولو باید بگیری که سوادش هم شاید داری نیاز به مثلا کار ای هم نیست ولی درآمدی که داره مثلا سه برابره من فهمیدم اینه که همچین کاری بکنی حالا متاسفانه اینطوریه یعنی خیلی ترنافه چون من اینجا یه کلینیک ت... رو کلینیکو میشناسم خیلی کلینیک شیک پشی... و جای خوب شهرم هست ولی نوع یعنی واقعا به عنوان مریض که میری حس میکنی رفتی توی بانک توی مثلا یه, یه بیزینس خیلی پولی چون دکتر میاد اصلا نمیشینه یه حالت وایساده میاد تو رو زیر ده دقیقه یه چیزی به میده میره اتاق بعدی یعنی مثلا تو حس میکنی که این یه ترانزکشن پولی بود فقط آره و ببخشید لحظه ای هم که بخوای مشکل دوم بگیدی میگه نه برو بیرون یه اپایمنت دیگه اصلا رو دیوار نبر یعنی رو دیوار ساین زدن که ام... بیشتر از یه مشکل رو نمیتونید یعنی ما یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که تو اینجا چه میدونم وقت میگیری میری پیش دکتر حالا درست پول نقدی پرداخت نمی کنی ولی از اون ور مالیات میدی یعنی مالیاتی که اینجا آدما میدن مالیات سنگینی محسوب میشه تو از اون پول مالیات مثلا پول دکتر تو دولت پرداخت میکنه ولی اینطوری که تو مشکل اولاتی که بیان میکنی میخوای بری مشکل دوم یا وقت نداری یا اینکه دکتره اینقدر عجولانه مثلا میگه خب برو فلان آزمایش بده برگشتی دمای صحبت میکنی <تصحب> میگم این یه ذره زننده <تصحب> است بریم سر اپیزودمون 感觉我按下去后样的事。<noise> <noise> <noise> سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن سلام 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 جورم براتون که این اپیزود اپیزود 320 ماست 320. برگشتیم با یه اپیزود دیگه اپیزود گفتگو محورمونه اگر که اول اپیزود رو نشینی توی یوتیوب هست میتونیم بریم بشنوین در مورد سیستم پزشکی خارق العاده کانادا صحبت کردیم و آلمانی ها <laughs> یه دیس کوچیک هم به آلمانیا دادیم که فکر نکنن خبریه چه خبر خوبید خوشید سلامتی آره بعد نیستیم شروع کنیم خوب. ده ده. هفته گذشته هفته گذشته هفته عجیب بود پر از کانتنت اتفاقای مختلف از اولیش بخوام شروع کنیم اسکاره آسکار. آره. چکی که سیبیل ویل سمیت به اون یکی سیبیل زد کریس راک خیلی در صحبت شد حالا جالبه فرزادم اپیزود قبلی گفت ما گفتیم که کی دیگه اسکار نگاه میکنه ولی خب یکی از پربازدی ترین اتفاقای سال بود این اتفاقی که توی اسکار افتاد نظر شخصی ببین من شبش داشتم اخبار نگاه میکردم اخبار اوکراین ام. من دیدید اون بازه های اول جنگ تو اخبار وا میکردی به جز اوکراین هیچی دیگه نبود اینا وسط اخبار اوکراین یهو رفتن این خبره رو کاور کردن <تص <seasoning> <تص آره نیوز آره چک و زد و فلان و اینا خیلی حرکت زایه‌ای بود خیلی <تص> اصلا جدای از اینکه اون حالا چی شد از کوره در رفت و رفت اون کار رو کرد و اینا بدترین قسمتش به نظر من اینه که بابا حالا اصلا اون یارو جو که اشتباه هم گفته باشه این حرکت به نظر من کاملا سکسیسته یعنی اون خانم خودش میتونست از خودش دفاع کنه اگه لازم بود نیاز بود میتونست بره رو میکروفون رو بگیره اون بره بزنه اصلا خب. اینکه این این پا میشه میره میزنه این به نظر من این حرکت جدا از, از اون با کل دنیا داره تو رو می... دو دقیقه بعد قرار اسکار ببری چ... چه اتفاقی ممکنه بیفته که نمیدادن می بعد از تو فرض کن تو چی جایزه رو بعدش بهش میدادن آره. از زر... اون این, پایین تر بوده که جایزه رو دادن آره امیزوز. یعنی قشنگ باید باعت... چیز تو هم فقط اینو میخواستم یعنی تو فرض کن حالا وسط یه دعوای چیزی هم باشی تو ممکنه یه لحظه از کوره در بری این قشنگ اول خندی و وقتش از جاش بلند شو راه یعنی را. تو اون مسیر که راه میری پیش خودت فکر نمیکنی شاید این کار اشتباهه دیگه همه دنیا کلی <تصفح> وقت داری که آره برم مثلا برگردم وسط یا بگم مثلا اومده بودم با شوخی کنم میدونی خیلی عجیبه هرچند ماها ها خب هیچ کدوم حس و حال اون آدمو تو اون لحظه نمیفهمیم ما اینا بدون شک ولی آره یه بود. تو بگو بگو یه نکته ای دیگه هم حالا در مورد ویل سمیت و اتفاقات که تو زندگیش افتاده به صورت پابلیک تو این چند سال اخیر چیزی که من حس میکنم اینه که خیلی فشار زیادی منتالی روش بوده و هست و اینکه حالا میگم درامایی که بوده در مورد خودش و خانوادش و و خب بازیگر خیلی خوبی هم هست دیگه اینو همه میدونن مثلا من, شخصا خیلی فیلم های زیادی ازش دیدم و لذت بردم این کار هم که کرد خیلی شوک شده بودم میدونی اون،, اون ذهنیتی که داشتم از بیل سمیت یه کمی کانفلیکتد شدم با تو هم یا همه بوده یعنی انقدر همه شده بودن خیلی فهم کردن استیج بودن یه خیلی بحث خیلی عجیبی هم روی مثلا استیج بودن قضیه بود ولی خب بگو یعنی میخواستم حرف کارون رو تایید کنم که ما نمیدونیم چی گذشته به اون و چه چه چیزی تو ذهنش بوده از این داستان از این چند سالی که همیشه تو اخبار بودن و اینا که رسیدی هو به این چکه یعنی آره ولی خب کلا کاره نمیشه توجیهش هم کرد آره خیلی تو چیزی نداری بگی نه منم هم نظرم منم آره اینم هست اینم نه حرف منطقیه بزنید. که ما نمیدونیم چی بهش گذشته تو اون لحظه چه ذهنیتی داشته چه فکری کرده شاید واقعا آندر اینفلوئنس بوده که مطمئنا <تصفح> میتونسته باشه یعنی مثلا مواد مخدر و مشروب اینا یا هر چیزی نمیدونم هم... یه کامبینیشنی از همه اینا هم. ولی به نظر من بعدش نباید بهش تو زل زدی به دوربین نه مدا بارو نگاه میکنه بعدش حفیظی <applause> ما رو آره نگاه میکردی الان <applause> باید بعدش نباید بهش چای میدادن اون به من از کاری آره که این کرد پایین تر بود فکر کنم اونام شوک بودن اصلاً چقدر هالیوود رودیسه یعنی شاید اونا فکر که استیج مثلا تو اون بازی گفتن نه ولی چقدر آقای چیز خوب هندل کرد اصلا بابا جوکی که چند سال قبل واسه این خانم گفته رو شنیدی این قبلا هم همین کارو کرده آخه تو شنیدی آه. نه ولی شنیدم که گفتم نمیدونم توی اسکو دقیق یادم نیست متنی که میخوندم اسکار چهار سال پیش چهار سال نه چند سال پیش اسکار بود یا یه مراسم دیگه ای. اون مراسم و این خانم آقای ویل اسمیت چی اسمش جا... جید جید جید, آره اون تحریم کرده بود به خاطر اینکه اون موقع اعتراض داشتن که دایورسیتی و اینا خیلی توش نیست یعنی از مثلا رنگ و نژاد مختلف برنده نیست اکثریت سفیدن و اینا بعد این کریس راک اون موقع هم مجری بوده رفته بالا جوی گفت با آمازدس. از دست گفت این حرفو که ایشون زدن مثل اینه که من حالا مثلا شلوار ریهانا یا مثلا شورت ریهانا رو تحریم کنم بگم من دیگه اونجا نمیرم من اصلا اینوایت نبودم که برم اینو موقع گفته آره یه بیتی داشتن با هم جید اسمی جید بعد این سری هم اینو گفته دیگه رسو تا اول خندید و بعد یادش افتاد که احتمالاً مادر زنشون قبلا چیز کردن که تو چرا از زن حمایت نکردی این رفته اونجا اونجا آره یه سری میگفتن خود بیل مادر زنا رو دیس نکنی نه با شوخی داریم ما... واقعا ما نمیدونیم چی شده ولی حرکت بدی بوده هر چه... <تصف> هر کدوم از ما هم شرایط بودیم ممکن بود همون کارو رو... یه, یه خانم بازیگر دیگه هم توی کادر ویل بود وقتی که نیکول مگه نبود نه 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 اسمش بود آره. چی فکر کنم آسو بازی کرده بود اسمش شدم رفت میدونم ولی باید. جالب بود که این هم حالا نا، ناچاری دیگه تو، توی کادر بود و همه ریاکشن های اونم هست وقتی که ریاکشن خاصی می... هم نشون آره ولی بله خیلی فیس بود نسبت آه. جالب رزیه. بود دیگه و همه دست دادم اون لحظه ای که زد تو گوشه چیز آه. آه. دست دادم آه. اصلا قد شد صدا ولی فول ورژنش که اومده من داشتم یه کامنتری می دیدم میگفت چرا شاید اول فکر میکنن سیجه تشویق بابا تا مدت اینو داشتن فکر میکنن که سیجه آه. 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 فکر خود چک خوردم ولی جایی من مطمئن شدم نیست که یه سری فایت انالیست اومدن چکی که زد و مثلا بررسی کردن آه. بعد دیدن که آره نه واقعا مثلا بعدش حالت دفاعی گرفته برای مثلا اینکه اگه طرف چیزی آه. بهش بزن و اینا میگه دستش بالا بود موومنتش قشنگ چیز بود حمله ای بود آره من اونا رو دیدم کلی فایت انلس اومدن در مورد هم چیزی صحبت کردن که این دیبانگ کرده چه جوری در واقع ضربه‌ای که زده شده واقعی بوده و استیج نه ولی خب میدونید که ما تو ایران خدا همیشه خود هستیم همیشه جلوتر از آمریکا هستیم و چند ماه پیش بود که تو ایران هم یه چکی زدم ما خودکس نبودیم اون دوران من خیلی ناراحت بودم که چرا ما رو زدن یا استاندار یکی آره تو ایران زیاد استاندار رو زدن انگار یادم از اومد آره بعد زد بله. و مزنه. من ناراحت بودم که ما پادکست نبودیم که جا تو جالبه هفته کاورش کنیم ولی خب حالا خدا شکر کاورش کردیم برای هشت ماه در مورد آمریکا صحبت کردی و جلو بودن ما از آمریکا ما توی ویفا و توی ورلد کاپ خوردیم به گروه استکبار جهانی یه دونه نماز جمعه برگزار بشه از فیفا میندازن بیرون یعنی فقط کافیه یه نماز جمعه یه مرگ بر هر دیگه بهش کی نمیتونم بگم یعنی کل استکبار جهانی تو گروه ماست و گروه عجیبیه گروه جالب گروه خوراک کیروش لج در آمریکا چه جور تیمیه میشه توضیح بدید قدرت بدنی دارن آمریکا چه خوبه؟ آمریکا خیلی تیم خوبیه در خیلی بمبه اینا فیزیکی هن همشون این تیمایی که تو این گروه هن حالا نه نه اگه خودمون رو فیزیکی حساب کنین تیم نا. کیروش فیزیکی بود حالا تیم آقای اسکوچیشو نمیدونیم هنوز بازی با تیم های خفن انجام نده ولی خب انگلیس هم میدونن فیزیکی لیگ انگلیس فیزیکی آمریکا هم تیمش فیزیکی تیمشون هم خوبه آمریکا حالا برخلاف تیم خیلی علی آره برخلاف چیزی که ما میگیم خوبه از سید دو مثلا میتونه تیم قوی تری بیاد بیرون چون مثلا آلمانی چیزی در بیاد آمریکا رو نباید دست کم گرفت اونا تیم خوبی هم برنامه‌ریزی دارن سرمایه گذاری کردن ولز و اسکاتلند و تیم خیلی خوبه من بازی اسکاتلند انگلیس رو موقع می دیدم اسکاتلند خیلی تیمش خوبه بعد حالا تو اون ور اون سه تا ولز اسکاتلند اروپایی بازی میکنن میگن حالا اونا اون بیاد بالا گروه سختیه کلا ولی جام جهانی تو هر چیزی باشی سخته ولی من خوشحالم که به آمریکای جنوبی و آفریقا نخوردیم چون دوباره از آمریکای جنوبی که چنه. تزمینی مثلا ما نمیتونیم جلوشون بازی کنیم چون اونا هم فیزیکی هم, هم تکنیکی یعنی دوتا رو دیگه اصلا ما نمیتونیم حل کنیم آفریقایی هم که خب فیزیکیشون اصلا قابل قیاس با ماها نیست برای همین من خوشحالم به اونا نخوردیم ولی آره این ور یه ذره شانس ا... سود و اینا میدن احساس میکنم این ور یه ذره آشناتره یعنی فوتبالی که با اینا بخوایم بازی بکنیم براشون یه ذره آشناتره کسایی هستن که توی مثلا لیگای انگلیس بازی کردن توی تیم ملی کسایی هستن آره. که میشنگم دیدن اون سبک فوتبال آمریکا جنوبی بعد بله آمریکا بود. شمالی هم یه استایل فوتبال دیگه ای داره نه؟ آره. آمریکا شمالی خیلی دیگه. قبول ندارن فوتبالشو بخواهد اینکه اولا اینا اصلا روز زمین چمن بازی نمیکنن MLS ترفی که چند مصنوعیه خب <متحنت> ولی خب میگم این سالهای اخیر خیلی خیلی تیم داره آمریکا. اوکی. اوکی. جالب جالب شده. میشه پس آره جالبه دیگه نوشته بودم مثلا اسرائیل گفته بود کاش مدام راه میدادید تو گروه تیم چا <تصحنت> 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 آره اسرائیل میومد رو میبستن این چهار دیگه بلتوش. خودشون بیدون حل میکردن هر مشکلی بود خروجی معلوم یه بر جالبش اینه که تو قطر هم هست توی کشور عربی هم داره برگزار میشه آره جالبه آره از همه اینا که بگذاریم استایل گنگ رو چیکار کنیم آره آره اونم هست اینستاگرام باز میکردی اینستاگرام خوب شد مراد هیدنی آنگر خون تل به موقع اومد آره بتونیم یه همچین واقع ویدیوی از علی دایی بیاد بیرون اعتبار ایران این این من من خوشحال بودم که یه فقط اینقدر شیک رفته در واقع می‌دیدین که روات زده بود کوچلوار خفن مثلا پین داشت همه چید آن پوینت بود می‌دیدین صورتش قشنگ شیف کرده بود موهاش تمیز بود من دوست داشتم ولی این که دیگه زیگت... خب سوراخ شد دیگه آره انقدر ما دیده نمیشیم ما ایرانی ها آره یه, جای مهمیه فیفا آره بابا جام جهانی علی مثلا میره اون رو حال میکنیم دیگه کم کسی هم نیست بابا نه بابا نه همه حال میکنیم هممون حال کردیم ولی دیگه نگاه استیل گنگ گفت اینستا رو وام کردی یا یکی استوری بود یا یه گنگ آره یا یه ریل بود یه چی شعر سکسیست آقای مهراد دیده همینجوری می اومد چرا سکسیست چرا سکسیست چیکارش چرا دیگه سکسیست حساب میشه اینا الان تو دنیا امروز همه این مدل شعر شو مثلا اوبو و اینا رو ویژگی‌های هر دونه حساب میکنه نه آخه تو نمیتونی بگی یک مرد رو... این دلیل نمیشه که زن ابهت نداشته باشه داره خودشو فکر کنم میکنه ولی اگه یه مرد بگی ابهت داره که سکسیست نیست که نه ولی خب این مدلی که حالا یه مهم شخصی ایش. شو خیلی محایم. آره <تصفح> این این نسبت به چیز این گروه و من پذیران نیستم اشکال نداره چرا فانه خوبه دو اون دو چیزش دو. که دلیل خوابش برده بود رو صندلی دیدی آره اون فیلم بال بود نه نه. بعد بود؟ مراسم دای خوابیده بود رو صندلی بعد کافو و اینا رفته بودن کاپتان کافو بود دفاع راست برسید رومن بازی میکنه اینا خب همشون جزء مراسم و اینا بودن رفته بودن سلفی گرفته بودن با علی دای. با خوابش آره آره خوابیده بود خیلی بال. بود. بعد آره دیگه این آدم به این مهمی اینقدر اعتبار رو اینا به که یه پستی مقامی توی کشور خودمون داشته باشه تردش گردن چی الان میکنه؟ الان توی تیم سرمربی هم نیست گفتی گفته هیچ نباید به نظر سرمربی اینا بشه حیف اینو باید مالتر. بذارن آخه تحصیل کرده متفکر مثلا فدراسیون یه کاری توی فدراسیون باید باشه چون میتونه رئیس فدراسیون باشه چون که دقیقاً داره آره سواد انگلیسی احتمالا داره جوز محدود من نشیدم داره. ولی آره. حدس میزنم آره. که سواد انگلیسی آره. داشته باشه چند نفر ما داریم میتونن تو فوتبال انگلیسی سواد یعنی آقای دایی دونه فردوسی پوره آقا خیابانی رو داریم که مسلط به زبان انگلیسی به <applause> <applause> تمام زبان های آره. اطراف خیلی کمن ولی خب من حالا اصلا فوتبالی که نیستم خواستم زیاد فوتبالی نیستم فوتبالی نیستم ولی خب کاراکتر علی حالا یعنی شما منو تصدیق کنین اگه اشتباه میگم کاراکتر علی داییو اینجوری میبینم که خب خیلی آدم محبوبیه در این حال وضع مالی خوبی هم داره همه تقریبا میدونن که مثلا بعضیا میرم کجا می‌شینه تو چه فلان برج فلان ماشین سوار میشه اینا ولی برخلاف برج روم میشینه برج روم آه. روم رزیدنت برج سه کامرانی هست فکر نمیده آره. تو شیب کامرانی هست آره. بعد چیز گوش بده آه... ب... با... <coughs> همسایه که از رفیقمون هست آه. درستم ولی خب مثلا تو عموم که میبینی اینا مثلا یه آدمی با این مؤلفه باشه اسم آقای دایی اومده این خواستم داشت بیارن خود که از قدمشون بر سر برچشت با این مؤلفه باشه استیلی با استیلی گنگ هم اگه میگه بیار آهنگ و بساشون اون روزی که پدرامون دارم میان شو گروه سنی علف اصولا یه هیت هیت که نه نمیدونم ولی مثلا میگن طرف ماه داره از فلانجا برده کنده اینا ولی من شخصا هیچوقت علی دایی رو اینطوری ندیدم راجبش حرف زده بشه هیچ جایی و دیدیم هم که هر اتفاق افتاده پوش... کنار مردم بوده ساپورت کرده حالا اگه اتفاق بلای طبیعی بوده چه خودش رو نشون داد و اینا فکر کنم از معدود افرادی باشه که تو همچین جایگاهی هست الان تو جامعه ما آره دقیقا همینی که فرهاد میگه ش... دو چی علی کر... 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 آره خب این فرق داره این چون تحصیل کرده است خب اکمی نیست نمیدونم نه او علی کریمی بقی... معمولا فوتبالیستان وقتشو ندارن ولی خب این شریف مواد خونده مهندسی مواد اه... بعد هم هم میدونن که از یعنی آدم خانوادگی که پولدار نبودن همیشه میگه مثلا تو اردبیل و اینا پول نداشتن لباسش آستینش چیز بود و اینا از اون پایین خودش رو کشونده بالا روی استعداد خودش نه پارتی بازی بود نه چیزی آقای گل دنیا بود تا مدت ها تیمای بایر مونیخ و هرتا اینا بازی کرده بود و خب کاراکترش یه چیزی که من خیلی از کاراکترش دوست دارم اینه که همیشه حرفی رو میزنه که بهش باور داره مم. اصلا مهم نیستش که اون حرف بالا به زاقه یه سری ممکنه خوش نیاد مثلا من یادم این خو پرسپولیسیه یه سرمربی پرسپولیس بود این بعدش سرمربی نام صاحب بود راهن بود سایپا بود و اینا بازی راهن پرسپولیس بود اینا هم بردن بازی رو گلو که زد آخره بازی هم گل زد این خوشحالی کرد تو استادیوم آزادی خوشحالی عجیب اونا. و پرسپولیس شاکی شده بودن که چیزم زدن گل رو اون اوتر رو انداختن در زمان پرسپولیس داشت رو می آره. فکر کنم اون یه بازی دیگه است خلاص دیر گل زدن اینم خیلی خوشحالی که بعد پرسپولیسی شاکی شده بودن که نمیدونم این پرسپولیسی نیست و اصلا و نمیدونم این نباید این کارو بکنه اصلا چه حرفی این آدم آدم حرفه‌ایه وقتی تو پرسپولیس بود برای پرسپولیس حالا همه کار کرد در حدی که میتونست بعدم که سرمربی راه هم بود دلیل نداره ادا بیاد که آقا من خوشحال نیستم تیمش برده خوشحالو با آدم خوشحالی کنه نم واکسن که ازش پرسیدن آره. که خارج واکسن زدی اومد گفت بله زدم هر کسی هم که میتونه بره خارج واکسن بزنه به خاطر اینکه تو اگه بزنی به اون ایمنی جامعه کمک میکنه همیشه حرفی رو میزنه که بهش باور داره نام زلزله سیل هر چی که میاد این خط اول داره به ملت کمک میکنه این رفتارش خیلی سوتودنی ادا نمیاد دورو نیست مثلا آدم دورو زیاد داریم دیگه این دورو نیست ببین ابهات مردو بعد حالا نه آره نه کلا خب این که باعث افتخار بود رفت دعوت شد همین که در به قول اونجا که گفتی اون به شورتری آنها دعوت شد ولی خب مثلا اونجا آقا استیلی هم به زور خودش رو اون عکس چپوندن کدوم عکس؟ آقا یه عکسی از همه بزرگان است آقا استیلی به زور خودشون اونجا گل قرن زدن استیلی فقط یه دونه گل زده هد شانسی یه گل قرن رو بقیاش بقیهش ما هرچی دیدیم ازش یا دعوا کرده یا درو بوده بلک هم میزنه <applause> یا... <applause> آره دیگه همونه <applause> بلک نه پاسور چی بود؟ نه <applause> <شی؟ تصفيق> دخترش توی آره گفتش که خیلی آدم عجیبیه سر مربی بود مربی بود نمیدونم سرپرست تیم بود الان سرپرست تیم چجوری اینقدر پست میتونی بگیری وقتی که تو هیچ کدومش هم خوب نیستی دیگه الان خب دارن چیز میکنن دیگه آزمون و خطا الان دارن <applause> ولی بحث فوتبال شد اون داستان ورود زنان به ورزشگاه اینا دنبال کردیم آره, کرد آره. اونم بازی ایران لبنان بود ورزشگاه مشهد بلیت فروختن به خانوما راشون ندادن بعد رفتن با اسپری فلفلم متفرق کنن ممکنه هست آره آره ممکن است جام جهانی کنه نه خیلی نه. اون جدی نیست ولی افتضاحه این قضیه قضیه افتضاحیه آره به خاطر اینکه آها اینو میخواستم بگم بابا <تصفح> من نمی‌دونم چرا اینقدر حساسیت روی فوتبال دارن من والیبال بازی والیبال خانم‌ها رو را می‌دادم من رفتم بازی که والیبال باشه و خانم آره منم رفتم بازی ایران ژاپن ورزشگاه تو دسته پر بود یعنی آره. کیپ واکیپ وایس بود خانم‌ها بودن هیچ اتفاقی هم تازه بهترم بود اگر هم بخوایم نگاه کنیم والیبال سرپوشیده است نه فوتبال سربازه اونجا قاعدتا باید بهتر باشه چیزی که میخواستم بگم اینه که ما هر موقع مرد و زن رو جدا کردیم توی ایران اتفاقات وحشتناکی افتاد نشون به نشون برید دبیرستان های رو نگاه کنید ببینید اوضاع چه خبره در صورتی که همون بچه ها... که ما اینجاییم واقعا معجزه است يعني... <laughs> آره. یعنی اینی زخمش که مونده زخمش که بازه <applause> پلیس <از> <applause> آره. ما لیستری پلیس میخریم میزنیم <applause> می که <تص> افونت نکنیم هر موقع اینا رو جدا کردن از تعادل خارج شده به یه چیز افتضاحی تبدیل شده یه کریچریه که ما نمی‌دونیم باید باش چیکار کنیم ولی همون بچه ها وارد دانشگاه میشن میبینی شرط متعادل میشه اصلا اونجاست که باعث رشد میشه در واقع وقتی با همه برای حالا شما تو فوتبال میگید نمیدونم محیط فوتبال مناسب نیست برای حضور خانم ها من میگم مناسب نیست به خاطر اینکه خانم ها رو راه ندادن ام. تقدم تخورش مهمه آره نه معلولش... ببین اصلا خصلت سیبیلاس که جلو بانوان با کلاس دارن یعنی هر کی اینو بگه نیست دروغ گفته سیبیل جلوی دختر یه کلاس اگه مثلا کلاس من نیمه از هزار سمیشم سه اگر که یه بانوی اونجا شش باشه شش برابر میشه, <مورا> میشه میگم؟ حد اقل چی میگم یعنی حداقل کامنت اومده بود که چقدر جنتلمنی کی گفته بود نه اشته بود مط... مثلا برید اپیزودهای خودکست رو ببینید دیگه هر موقع یه بانوی حضور داشته ما برحال یه, یه, تبدیل <applause> یه ذره تبدیل یه ذره چیزتر بودیم <applause> 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 منطقی بودیم اصلا خصلت پسر و اینو من بهتون میگم شما اگر که با عنوان رابدین استادیوم هم فوشا کمتر میشه هم کتکاری ها کمتر میشه هم بازیکن بهتر بازی هم خب ازن... بازیکن بهتر بازی میکنن یه... یه تجربه <applause> شخصی که حالا <عالو> من <تصفح> ایران ورزشگاه آزادی رو نرفتم ولی بازی سپاهان زو با دیدم نه نقش جهانم اخیرا با فولادچر رفت وقتی مقایسه میکنم با تجربه ورزشگاهی که اینجا رفتم یه ورزشگاه هم رفتم بی سی پلیس توی ونکوور یه خیلی بود اصلا دست خودم هم. بعد دست خود نیست میدونم با صدای علیه اصحابی واقعا تجربه مثلا فوتبال رفتن اینجا من فوتبال آمریکا کانادا تیم ملی رو رفتم آه. یا یه بازی فوتبال آمریکایی رفتم بعد اصلا یه تجربه خیلی باحال تریه این که حالا خانواده ها میان بچه های کوچیک میان شاید یه قسمتی هم نمیدونم یه شعار یه شعار بدن که مثلا فوش باشه میدونی ولی اصلا یه تجربه خیلی خوبه و اینکه بخوای مقایسه بکنی که ورزشگاه مرد تنها و مرد و زن یه چیز عجیب غریبه به نظرم ایمان بی قرارا. یه چیزی میخواد بگه نمیتونه مقایسه ای که باید بکنی مثلا اینه که ورزشگاه سقف داره اونجا نداره میدونی اون خیلی عجیب غریبه مقایسه ای که داریم الان در موردش صحبت میکنیم بفهمید بگو ببین من به این اعتقاد دارم که فوتبال مردان اگر زنان رو راه بدن اوضاع خوب میشه ولی اگه فوتبال مانومان مرد راه بدن اصلا اوضاع خوب میشه چرا؟ احساس می اون سرپاینیه <تص ukivit> اون دیگه شروع کنه یا سیبیلا یه چیزایی یعنی که نباید الان الان فوتبال های خانوم چجوریه تو ایران؟ اصلا بدون تماشاگره آره اون که اصلا یعنی حتی خانوم هم نمیتونن فوتبال چرا چرا آه جدی؟ میتونم برم نمیدونم اینا آره خانوم که میتونم ولی مردار را نمیدن اصلا علیه مساواتی داری میدونم طبقات میرن بالا از تیر چراغ میرن تیم حالا تیم ملی ایران بانوان ایران نمیدونم واقعا توی مثلا ورشگاه آزادی بازی میکنه زمین شماره یک فکر نکنم ولی زمین دو اینا آره دیگه بازی میکنه واقعا؟ یعنی تیم ملی بانوان ایران نمیتونه تو زمین شماره یا سدی بازی کنه؟ <applause> شاید هم میکنن نمیدونم افتاد چون نه پوشش خبری داره یعنی من هرچی که دیدم توی مثلا مثل زمین های محلاتیونه یعنی دوروورش مثلا بازه یه تیرک خیلی فرتوت اونجاست آره نمیدونم ولی تو پرسیدید مثلا همین چند روز پیش ال کلاسیکو بود برای خانم بین رال مادرید و بارسلونا تیمای بانوانشون بانو رکورد زدن بالای 91 هزار نفر رفت فرزشگاه نیوکم یه رکورد بود فرق داره آره اون تیم خانم های پی اس جی با نمیدونم کجا بازی داشت اونجا هم دوباره تو فرانسه رکورد زدن دنیا اینوری داره میره دیگه حالا ما اونوری داریم میریم ام... آره. از سلامت به دوری ماها یه فیلم از جعفر فنایی ساخته راجبه به همین استادیوم آره. چی نه آف سایت آره دختر آره آن خیلی آن. بعد این داستان دختر آبی بود دیگه خانم بیچاره خود سوزی کرد و اینا هیچ اتفاقی نمیفته تو والیبال تست کردید خروجیش بهتر شد توی اه... فوتبال هم آره. همچنین خواهد بود یه نگر نباشید سری جالب و اینا بگیم بگویم ام... حالا جالب که اولی ولی مرتبط به این بحثمون توی اخبار دیدم که خانم ترانه علی دوستی یه مصاحبه مسا... داشته با بی بی سی فارسی اخیرا و مثل اینکه یه بنا... بیانیه‌ای اینا امضا کردن خانم علی دوستی و چند تا دیگه از همکاران زنشون و اتفاقات و آزارهای حالا لفظی و جنسی که اینا تجربه کردن توی این سالها تو سینما ایران رو دیگه علنی کردن آه. با اسم و دیگه مثلا تاریخ و خیلی و خیلی جدیه این حالت همون میتو می, می موفمنتی موفمنت که توی هالیوود شروع شد و ادامه پیدا کرده خیلی باحال بود حالا بیشتر در موردش بخونید سیویلی که ما بشناسیم آره یه خانم دیگه هست تو این می تو موومنت به اسم سمیه میر شمسی که ایشون انگار دستیار کارگردان بوده و حالا توی پروژه دستیار دوم کارگردان بوده زیاد من نمیدونم که حالا چه کارایی میکنن دستیار کارگردان ولی خب این پوزیشن رو داشته تو اون پروژه آقای بازیگر خدای اسمش توی یه سریال مهران مدیری داشت آقای آقای شریف نه یه آقای بود که خیلی آره شرافت آقای شرافت اون یه ذره فرهاد اصلانی, اصلانی. اصلانی. بله الان این این خانم از فرهاد اصلانی در واقعشونو توضیح میده نه متهم نه میگه که ایشون یک رفتار بدی باش داشته تو اون پروژه که دستیار دوم بوده یه رشته توییتی که خودش توییت کرده م. که میگه شاهدم اونجا داشتیم مثلا خود کارگردان و تهیه کننده اون پروژه اونجا بوده و روز بعدش که ایشون رفته گفته آقا این اتفاق افتاده ایشون این کار رو مثلا میخواسته بکنه گفته هاشیت درست نکرو بذار مثلا کارمون رو انجام بدیم از این صحبت ولی خب خیلی خوبه دیگه این اینا که داره صحبتش میشه این تابوه ام... ر... میدونی یه جوریه که شاید سختم هست در موردش صحبت کردن و خیلی وقتا خفه دمه میشه نمیذارن حرفش بیاد بالا خفه دمه, خفه دمه. دمه. چیز خفه, 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 میشه خفه. حالا من اینو میخواستم بگم در مورد این کانسپت زن ستیزی و اینکه خیلی وقتا اصلا ما خودمون هم نمیدونیم حالا ما که خیلی شاید در موردش صحبت کردیم پادکست های دیگه میبینیم فیلم میبینیم اینا در موردش و شاید آگاه تریم ولی بازم فکر میکنم بعضی موقع حواسمون نیست به خاطر اینکه حالا توی محیطی که بزرگ شدیم توی ایران تو اون جامعه یه حالت روتینی بوده و یه تجربه داشتم این هفته با خانم ایرانی اینجا داشتیم در مورد یک قراردادی صحبت میکردیم ایشون توییت کرده آره ایشون یه سر قرارداد بود من و یه شخص دیگه یه سر قرارداد بودیم و خب قراردادم چیز داره دیگه بک حالا شما یه سری مطالب میخوای اون شخص یه سری دیگه میخواد و اینا یه سری یه ذره داشتیم گفتگو میکردیم در مورد استکاک مفاد قرارداد بعد این خانم یه کمی خب عصبانی شد یه ذره صداشون رفت بالا اینا و بعد بعد حرفاش یه و وسطش گفت که من زنم ولی حرفی که میزنم حرف مردون است شناخت خیلی کمی که من داشتم خب ایشون خیلی سال اومده اینجا و مثلا توی بانک معروف هم کار میکنم یه ذره خیلی جا خوردم که مثلا این حرف رو زد و اصلا کلا خیلی جا خوردم آره و حالا آخر حرفاش که حرف منطقی هم میزن من من نم، نمیخواستم بهش زور بگم نه هیچ میگم داشتیم گفتگو میکردیم بهش گفتم شما حرف منطقی و حرف حق که دیگه حرف زن و مرد نداره که مثلا این حرف... بهش گفتم بهش <عباقای فرزن> گفتم. گفتم نه بهش گفتم این حرف غلط بود بعد خوش چیزی که بهش پی بردم اینه که این خیلی لایه های زی... زیادی داره ام... اگه ما خیلی سعی کنیم مثلا حواسمون باشه نه اینکه ادا در بیاریم میدونیم واقعا اکتیولی حواسمون باشه و اصلاح کنیم خودمون رو شاید باز هم یه سری لایه‌ای باشه اون که میگم دوباره به خاطر جامعه که توش بودیم موقعی که عصبانی بشیم نمیدونم موقعی که یه اون فایت, فایت و فلایت کیکین کنه اونا بیاد رو یه خیلی ناراحت دینه شده آره خیلی ناراحت کننده بود برای من که یه زن خودش این صحبت کرد آره. اینو چه اینو تریور نوآ خیلی باحال به این قضیه پرداخت این نه نه هیچ. کار این کدومشونه از اون که جدا شده و داستان آه شد. شده کیم و آره آه، کیم از کانیوس. آره اون آه. اون بر که داره تراسمنت انجام میده آقای چی کانی آره اون بعد دیویدسون داره له میکنه آره بعد نو به این قضیه پرداخت از یه دید خیلی جالبی اول <تصفح> <تصفح> گفتش که ببینید چقدر این قضیه سخته که حتی آدمی مثل کیم کارداشان با اون همه که حالا شناخته شده است نمیتونه راحت مثلا با این موضوع دیل کنه یعنی حمایت لازم رو بگیره اون هنوز همچنان مثلا میتونه اینو آزار بده اینا بعد اونایی که میدونن تریور توی آفریقای جنوبی نصف سفید نصف سیاه پوسته <تصفح> بعد مادرش رو ظاهرا اگه اشتباه نکنم همسر دوم مادرش خیلی بدرفتاری رفتاری باش کرد و اینا و کشتتش آخر یعنی یه پیداش که میکنن یه تیر توی سر این پیدا میکنن و اینا. و این از بچه بادش... کی کشته؟ ناپدریش مادرش, آره مادرش. آها مادره رو کشته؟ آره مادرش کشتهش حالا آره من دقیق نمیدونم ناپدری اونو کشته یا آها. ولی فکر کنم داستان اینه آره بعد این میگفتش که ما همیشه این بدرفتاری این آدم رو میدیدیم با مادرمون بعد اینجاش جالب میگفت مثلا با بقیه که مطرح میکرد فرض کن با خانمایی دیگه میگفت همیشه واکنش دیفالت این بودش که تو مثلا چه کار اشتباهی کردی مم. بعد میگفت مثلا میرفت به پلیس ریپورت کنه قضیه رو پلیس میگفت خب شما هم مثلا جوابش رو دادی چیکار کردی که اون عصبانی شده دقیقا همین مشابه چیزیه که فرزاد میگه یعنی حتی باور آدما هم جوریه که خب حق که با اون مرد از تو چی کار کردی که این داره اینجوری واکنش به اینجا رسیده آره و این دیگه زن و مرد نداره یعنی اون زن هم شاید اون لحظه به خودش خیلی حق نداره که با منم حق دارم ناراحت بشم اینم شاکی باشم هر چیزی که هست پس ذهن خودش تو همین مورد فرزاد فکر میکنه که خب نه مثلا این حرف مرد است در که آقای فرزادی که بسیار زیبا اشاره کردم وقت رو تقدیر کنی خیلی متشکرم برقی نداره دیگه انسانی حالا هر کسی میتونه بله، می بزنه بله بله بله. و... آره کامنت دی برام بخونین چند تا یا جالب آره نمیشه از مصاحبه مطبوعاتی آقای پایان رفعت هم یاد کنی من نمیدونم چی گفتم بفهم. پایان رفعت میدونی کی بود اسمش آره پایان رفعت ماجر پرسپولیس بود یه آدم 188 سانتی متر چیه خیلی یوقره خیلی بازی خشک فیزیکی هم داشت شقرا بعد بدن بود آره با... الان مربی یه تیم یه از آستارا لیگ دست یک دوه چیه بعد این تو مسابقه من بودیش. ویدیوش فرستادم تو گروه میاد میگه من خیلی عوض میخوام این من واقعا عوض میخوام همه آقای فلانی ها من بازم عوض میخوام ببخشید من دیسکلیمر رو داشت میداد آره میگفتش که هم برین هم از آقای فلانی بیشتر میرین من از اون بکنم دیپ فیکه واقعا فکر میگردم که این بس که اون آدمی که میخواسته به حمله کنه اینو بزنه آخر واسه بوده اون یارو کوچولو اینا خیلی گند و یوغره بعد داشت میگفت بابا حجمه مثلا مدفوع من از کل حکل تو بیشتره بعد میگه اون میاد برا من استایل گنگو واو ببین عالی بود شده آره, آره, آره بابا ده ده نوشت آه. با کلی سانسور و اینا همه تعجب کرد خیلی قشنگ و این چکیده فوتبال ماه ایران <تصفح> <تصفح> واقعا این بعد برای همین مثلا علی دایی میره اونجا انگلیسی صحبت میکنه علی دایی با اینا بازی کرده از <تصفح> دل اینا در اومده آره یعنی مثلا ادبیات اینه طرز فکر یارو هزار بار عذرخواهی میکنه که این برای چینو میگی خب باشه تو قدت بلند خیلی من عوض میخوام بباشه من اینو دارم میرم داخل این قضیه و میگفت مدفوع من از جسم اون بازی کن بیشتر یا از مدفوع اون بازی, <applause> بازی کن بیشتر نه میگفت منظورش این بود من برینم از کل حیکل اون بیشتر میبینم بچه های کوچن بازم. دیگه بازم. نه مشخصه بازی رو برای چه کوچه نه ماینده فوتبال ما هستنیشون میتونه بزنی ولی تو از خبری نزن علی دایی اون نه قبلش از سخایی کرده هزار باست که ولی خیلی خوب ولی <تصفح> گفت, <واقعا> خوب <تصفح> گفت. این هفته دوست مشترک هممون ایمان رفت ایران بعد از چند ماهی که ای اینجا بود خیلی. و من بودم روز آخر رفتیم این فرودگاه اینا زودتر رسیده بودیم فرودگاه کمی چند تا دیگه از دوستامون هم اومدن اونجا بشینیم کمی قبل پروازش با هم باشیم از قضا به قول ایمان یه کبوتر تو فضای بسته فرودگاه تو قسمت فودکورت زیاده اومد من دفعه اولم بود اونجا میدیدم چرا و ما سمسوار. یه جا شما خالی یه برگر خوبی هم گرفته بودیم میخواستیم شروع کنیم کفتر یه هم اومد من هم که ترس زیاد, زیاد. بسته شده بعد من این اتفاقی میفته باید ببینم اون کجاست <تصفح> وقتی آه. که نبینمش دیگه دیگه <تصفح> اونجا بعد میشه که گم بشه کبوتره خلاصه با بودم یه مدت پشتم یه دیواری بود یه از پشت مطمئن, مطمئن, مطمئن باشم که نیست و جلو و دوستان خیلی نایس بودن واقعا هم ایمان همون خشاره هر سالان که اومده بودن سه بار جاشون عوض کردن به خاطر من و دیدم رفاقت واقعا تا کجا رفته نه خیلی چیزی شده بود اهل اهلی, شده بود همم هم بهش فرایز میدادن قشنگ یه کفتری خوب و سف مثلا خیلی شیک بود مشخص بود <تصفح> <تصفح> خوشمزه <مرزد. تصفح> ولی آره از اینم از چانس ما چند روز پیش یه جا داشتم رفتم میرفتم بعد کلی پرنده و اینا هی در سطح پایین داشتم پرواز میکنه جلو من و کلا آقا چه میدونم از این مرغ دریایی و کفتر و فلان و اینا کلی یاد کردم گفتم از اینجا مرده بودم آقای فرزشون ببخشید من خیلی عوض میخواهد بازم شما به این از کفتر میشته از این میترد اون میاد برای تو دیروز هم من عوض دیروز رفته بودیم کاسکو دیگه چه استرسی میده مثلا تو این برنامه یکی که شروع به عوض خواهی کنه از حرفی که قراره بزنه قشنگ استرس رو تو چشم همه حس این میخواد چی بگه که داره اسخای چون برده. میدونی که اصلا اسخای توی فوتبال ایران وجود نداره اصلا داره. فوتبال نه تو هر جایی تو فرض کن هر برنامه‌ای من الان بگم که من از میخوام از این حرفی که میزنم شما ستاتون استرس استرس نه اماده اصلا کلاً <applause> کلا تو ایران عذرخواهی وجود نداره برای اینکه نوعی بوده ببین این که داره میگه عذرخواهی میخوام میگم میگه ببین چی میخواد بشه الان دیگه ولی خیلی برا من <applause> خیلی عذر میخوام ببخشید لفظ خود علی دایی نبود ولی آره. اون اصلا نه. در این حد آره. نمی رفت اون همیشه ما فقط به عاده فرسپور گیر میداد عذر میخوام آره پایان رفت یه هم داشت همیشه اون موقع دیروز رفته بودیم همین کاسکو خرید و خب خیلی ویکند به خصوص شلوغ میشه پارکینگ هاشینا من منتظر بودم که یه خ... اه... یه کاپل یه آقا خانم وسایلشون رو بذارن خریدشون رو تو ماشین رو برن من برم جا پارک بذارم ببین اینا انقدر طول دادن این پروسه رو انقدر منم دیگه اون تایمی که گذاشته بودم دیگه اصلا پیش خودم روم نمیشد برم جای دیگه باید تو همون میذاشتم ماشین خواستم خواستم نظر شما چیه به نظر شما یه قانون نانوشته هست که مردم زود خرید و بزنن تو ماشین یا برن یا مثلا فکر میکنن عروسی پدرشونه <applause> ببین من اینقدر هرس خوردم هنوز هم میفهمید هرسم هنوز هست تازه است <applause> اینجوری بود که فکر کنم کانادایی که نبودن مثل خودمون مهاجر بودن آقای رو تلفن بود اینجوری نوشابه رو میذاشت تو ماشین گفتیم خیلی خوب بعد نه 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 ببخش یه تلفن <تصال> یه دستی کار میکرد <تصال> <تصال> <مازال> من اینجوری بودم بابا دو دستی کار کن زودتر بعد تلفن رو داد به همسر محترم و تازه ایشون یه دستی شدن بعد طول طول کشید بعد این کار تو آروم آروم برم بذارم سر جاش بابا برو <تصال> بعد, <تصال> بعد دیگه انقدر حرص خورده بودم آخرش که اومد بره اینطوری کردم بهش شروع کم دست <تصال> <تصال> خیلی حرصم داده بود خیلی زشت نه دیگه شما شخصی کردی مسائل خیلی شخصی شده اصلا ما نظر نمیدونی کاملا به نظر شما نی... یه قانون نانو... نانوشته نیست که سری مردم برن عمل جراحی قلب باز یکی بوده داشتن توضیح میدادن به ایشون من مخالفم به نظرم یه تایمی هستی شما باید این 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 قضیه که خیلی شخصیه شد اصلا ولی خب تو جای دیگه؟ نه دیگه خیلی تایم گذاشته بودن وقتی که دیگه وایس دیدی تو این پارکینگ دیدی که تا میری پشت سی و دو تا جا خالی میشه برمیگردی همشون پرن یعنی یه جوری مثلا با احساساتت بازی میکنن فکر کنم ایمانم با منه تو این بابا یه جا پارک برید یه جا دیگه بس آخه زندگیش آخر... لذت میبره نه نیست دیگه جا پارک نیست کجا کاسکوی کجا برنابی جا کمه جاپارگ زیاده ولی زیاده بلی خیلی ولی روز سطرده خیلی بعد بارون می میومد یعنی هم اگه رفته بودی باشون نه <س> من همدرده خیلی داری همدردی عجیبی <تص> می میکنی نه اتفاق زیاد افتاده برای من دست دادن شما اصلا پسندیده نبود بابا من یه خانواده دیگه رو دیدم با دو تا بچه خب خود کردی اینجا خیلی برای بدی بود <laughs> <laughs> یه سایه دارم برها کار میکنم <laughs> 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 آخ آخ منم رودریجای عجیبی دارم این مدت دو سه تا نزدیک بود دو سه نفر رو بزن ببین رو موتور که هستی به صورت دیفالت خیلی چیزتری خیلی آدم اگرسیفتری هستی چون که جونت خیلی جدی در خطره و مثلا تو ماشین کسی که میپیچه جلوت اوکیه میتونی خودتو کنترل کنی ماشین چهار تا چرخ داره نشستی که هر تا وسی میدونی که ماشین ایربگ داره و اینا ولی روی موتور موقعی که میبیچن جلو تو یه ترمز اشتباه بزنی رفتی ام. و بعضی اصلا داشتم توی جاده چیز برمیگشتم توی جاده ویسلر داشتم برمیگشتم خب جاده ویسلر هم جاده آسونی نیست خیلی جاده پیچ در پیچیه مثلا ام... ماشین داره بعضی جاش خیلی تنگه ماشین داره از روبرو رو میاد و اینا یه خانه بودن که پای تلفنشون بودن و مثلا جایی که میتونی هشت تا بری مثلا داشت چل تا میرفت چون که من میدیدم تو آینه که سرش پایینه یعنی اصلا نگاه نمیکرد ببین این خب این موتور میتونه صدای زیادی تولید بکنه موقعی که روشن میشه ببین رفتم حالا کارم خطرناکه اصلا پیشنهاد هم نمیکنم کسی این کارو بکنه ولی خودم که یه لاینه بود رفتم بغل دستش اینطوری زدم تو شیشهش گفتم بزا پایین گوشی تو برای من چون من واقعا داشتم تو فقط میواد بیرون عقب ترمز میکرد یعنی کاملا زندگی در خطر نزدیک بود شدی که بتونی بزنی آره با. تو حرکت زدی به آره شیشه آره. خیلی خطری خوب می اومی هول میشد می اومد تو زیر میشد خیلی با صدای زیادی رفتم کنارش یعنی فهمید, فهمید که من اومدم هدزاپو دادی بعدم زد کنار یعنی بقیه ماشین 50 تا ماشین هم پشت بودن من چی میگم اصلا سیف نبود بعد میرفت توی لین مقابل یعنی این تصادف میکرد منم ممکن بود بمیرم من چی میگم برای همین خیلی رود ریج عجیبی داشت ایمان یه انگر منیجمنت بریم شما دو تا یه نه من کلا سعی بودم اینم چیز بود اینم مزید بر علت شد کسایی که چیزن ببین اگه من خودم پشت ماشین گوشیمو نگاه میکنم هم خب. میشه من این هم... من... کار میکنم و این کار اشتباهه خب ولی تا تا جایی که خودم دیدم اینه که یا مثلا ماشین رو کروز کنترل داره خودش مثلا میره اه... این نیست که وسط جاده ویسلر مثلا جایی که 80 تا 40 تا برم بعدم هی برم تو لین مخالف ام. کار اشتباهه ولی کمتر اشتباهه کمتر اشتباهه من اینم بگم با من همیشه میگه بعد از بدتر بهتر نیست دقیقا درست میگه این کاری که من میکنم نمیگم کار بهتریه ولی دیگه این واقعا خیلی آماتور داشت چیز میکرد اکثر آدما که باهاشون صحبت میکنه اعتقاد دارن که الان که مشروب میخورن یا مشروب نمیگیرنشون یا میگن ما که مست نشدیم اینم حالا هم نه من که دارم خودم میگم اشتباه شاید از بیرون تو هم همونقدر بد باشی اونا میگن ما تا میخوریم تازه بهتر میرونیم آره 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 کلی میگم که مثلا اعتقاد ندارن که خودشون <applause> مست میشن حالا ایمانم نه منم منم مطمئنا اشتباس کارم منم مطمئنا چیزه ولی یه فرقی که داره موتوری دورم باشه حواسم صد درصد جمع آره چون, خود چون خودم موتور میگیرم آره, آره, دقیقا یعنی من یه بار پیچیدم اومدم اوزای کنم یه دور دیگه پیچیدم دیگه یارو فهمید نه نزدیک این نه این بده خطری الان باید رپاپ کنیم یا نه ما اوکی یک او. نه اوکی رپاپ کنیم بعدش بعد نیست چون من هم هم برم خب نه بگو حالا ای کامنتی چیزی مونده بگو ام. یه داتا یه کامنت یه اینجوری در نطفه خفه نکنیم آقای فرزادی شو افیزاد قبل که آخرش چیز شد فرزاد صدا شد بریدیم چیزی نمونده بود بگی نه یا پایان رفت هم گفتیم خدا شکر همین همین چی مونده مهیار توی یوتیوب اپیزود اخیر 318 گفته که میدونستید سلام علیکم می شما خودتون ثرپی هستید و چقدر کمک میکنید دروغه من خودم هر وقت یه ذره افسرده و ناراحت هستم با دیدن اپیزوداتون بلا فاصله حالا خوب میشه واقعا بهتون تبریک میگم عالی هستید پرقدرت ادامه بدید دمت جان خب دلوقت 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 صحبت شکسته آب میخوره ایشون مهیار محیار دو. بودن یه محیا هم دوباره کامنت دادن خیلی جالبه مهجون سلام عالی بود این اپیزود یکی از خفن ها بود یه, بار دیگه هم سر اینکه اپیزود 118 که فرهاد دباسه شد بود یه بار دیگه هم سر اینکه فرهاد, آره. اه... این فرهاد گفت سر از زیر لافه همینقدر خندید آه. آه. دیدم این آقای تشکر بکنم میلاد خدا وکیلی کاور زده بود جالب نه چی میگی تو رو فکر کنم فرهاد میگه انقدر خنده. فرهاد گفت تو سر گندش زیر دیگه آره. نه خندید به کی برمیگاش خودش خندیده خودم که نه 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 مهیا میشه خندیدم آه شاید نه ایشون... ایشون خندید رو حساب آقای چرا خندید آقای فردوس چرا میخند, چرا میخند؟ کاور آرتی که زد خداکیدی جالب بود من دوست داشتم من, من, من این دقیقا این تو ذهنم بود ولی بهش چی نگفتم و خودش اینو زد خیلی جالب بود که دقیقا همون خودش دوست. گوش میده با ایده آره خودش کاری کرده واقعا دست تنگ میرا جنتامت کن عشق من واقعا 50 درجه کوالیتی به زندگی من اضافه کرده واقعا همین یه آقا دم همه گیگم <applause> مرسی که بودید خیلی خیلی خوش گذشت ابزه 320 ما بود ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید توی توی تمام فضای مجازی به ما مسیج بدید تا جایی که بتونیم جواب شما رو میدیم ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ